با عرض سلام به عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقریه امشب رو با قرائت فاتحه آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف، بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا فسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العلي العظيم. در سوره مبارکه نبأ چگونگی ترکیب عناصر رو که سبب پویش و زایندگی و رویش و ظهور حیات میشه بیان میکنه در چرخه طبیعت، و سپس هر ترکیبی به سمت تجزیه میره و هر پیوستگی در عالم طبیعت در میان عناصر به سمت فروپاشی و گسستگی میده و این تجزیه، یعنی بعد از ترکیب عناصر وقتی نوبت به تجزیه بین عناصر میرسه از این به فصل تعبیر میکنه. فصل
به معنی جدا شدن. بفرماید ان یوم الفصل کان میقات. این لحظه، این روز، روز جدایی در سر راه، سر قرار منتظر نشسته. فرصت شما صحبت که از این دوراه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. ان یوم الفصل کان میقات. بعد در توصیف این یوم الفصل میفرماید یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، همون مطالبی که قبلا در مجالس فقری پیشین به عرضتون رسانده شد، که وقتی اون نفخه صور، تصور بکنیم که این یه صحرای، اینجا علفهایی هستند، بوته های خشکی هستند، بوته های تازهی هستند، و روی یکایک که این شاخه ها و برگ های این بوته ها، این سبزینه ها آکنده از لاروهای ملخه، در یک لحظه معینی، در یک روز معینی، یک دفعه اینا همه باز میشه و این ملخ ها میان بیرون، شروع میکنن به پرواز کردن و یک گروه و یک فئه عظیم ملخ شروع میکنه با هم دیگه حرکت کردن و کیلومترها راه میره. اینها با هم حرکت میکنن، فوج فوج با هم دیگه حرکت میکنن. گویی این یه خوابیه، یه خواب گرانیه که با یک بانگ خاصی، یک تنین خاصی در گوش جان این لاروها میپیچه و ارتعاشش باعث میشه که اینها بیدار بشن و این پوسته رو بشکافن و بیان بیرون و پرواز بکنن. و نفخ فی الصور وقتی در شیپور دمیده میشه، یک صداییه که از آستانه شنوایی گوش ما تجاوز میکنه، ما نمیتونیم اون رو بشنویم. ما در یه حد معینی میتونیم اصوات رو بشنویم، پایین تر از اون و بالاتر از اون رو دیگه ما نمیتونیم بشنویم. اینها اون ندای کن باش، الان ملخ باش، از اون حالتی که بودی بمیر، به صورت ملخ زنده شد. این سبب تکوین میشه و این حرکت، اینه که میفرماید فتعتون افواجا، یک دفعه اینا همه خارج میشن، فوج 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 شروع میکنن. و این همین وضعیتیه که برای هر فرد انسانی هم رخ میده وقتی اون تنین به گوش جان میرسه، موقع وداع با جسم. به گوش من رسید آواز شهباز، به سوی شه پریدم باز امروز، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی،
الی ربک راضیتا من. این ندا وقتی میپیچه، این سبب میشه که این باز بشه و جان از جسم مفارقت کنه و پرواز کنه. فتحتون افواج، در این قسمت میفرماید و فتحت السما فکانت ابوابا، یعنی درهای آسمان که یکی 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 باز میشه و اینها مانند همون فلاینگ فیش که عرض کردم خدمتتون، ماهی های پرنده که از عمق دریا میان خودشون رو میرسونن به سقف اقیانوس و سقف رو میشکافن، یکی 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 خارج میشن، در هوا شروع میکنن پرواز کردن و میرن. آیا همه اینجوریه براشون؟ اینطوریه، یعنی هر جانی که از جسم مفارقت کنه در آسمان روش باز میشه و پرواز میکنه یا نه؟ اینجا میفرماید و فتحت السماء فکانت ابوابا، ولی در آیه دیگه میفرماید ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم، یعنی باز نمیشه. اینجا میگه فتحت السماء یعنی باز میشه، اینجا میفرماید لا تفتح لهم ابواب السماء. برای یه عده ای از اشخاص، برای یه طایفه ای از آدمیزاد ها، درهای آسمان باز میمونه، یعنی میرن به طرف سقف که سقف رو سر خود سرشون میخوره به سقف و میفتن پایین برمیگردن و لا یدخلون الجنه و نمیتونن از این حباب عالم طبیعت به سمت جنات والا و بالا عروج بکنند، نمیتونند، میرن در بسته است، میخورن به در بسته، پرت میشن به درون برزخ، سرنگون الی یوم یبعثون. به این دلیل میفرمایند که لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی يلج الجمل في سم الخياط. جمل یعنی شتر، سم یعنی چشم، خیاط یعنی سوزن، چشم سوزن خیلی خیلی کوچکه، اون روزنه ای که سوزن که خیاط ها ازش استفاده میکنن، به قدری که فقط یک نخه بسیار نازک میتونه ازش عبور بکنه، یعنی اون دری که روح ازش پرواز میکنه به اندازه یک روزن خیلی 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 کوچکه. وقتی یکی نفر قالب مثالیش فربهه، یعنی پر از وزر وزر برنوش داره و سنگینه، هم وزن شطوره، نمیتونه از سوراخ سوزن عبور کنه. شطور مجال نداره که از سوراخ سوزن عبور کنه. نمیفرماید که لا تفتح
ته و ابواب و سما، یعنی درهای آسمون باز نمیشه. میفرماید لا تفتح لهم ابواب السما، باز میشه برای این طایفه از اشخاص، باز نمیشه، یعنی باز میشه برای کسانی که آمادگی عروج رو تحصیل کردن و پیدا کردن، ورزش کردن، زحمت کشیدن، رنج کشیدن، مایه گذاشتن از خودشون، باریک شدن، در راه تجرید قدم گذاشتن، برای اینا راه بازه، جاده درازه، مانعی سر راه نیست. پس وقتی قرآن در سوره نبأ می‌فرماید و فتحت السماء فکانت ابوابا، یعنی هزاران هزار دریچه و روزنه و دروازه و در باز میشه، اما لا لهم، نه برای این طایفه از افراد. این طایفه از افراد کیه؟ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، کسانی هم که استکبار میورزند و تکذیب میکنند آیات خداوند تبارک و تعالی و نسبت به اراده الهی استکبار میورزند، اینها بدن برزخیشون فربه میشه، به جای اینکه تجرید پیدا کنن، به جای اینکه مجرد بشن، به جای اینکه سبک بشن، به جای اینکه خالص بشن، برعکس آب مقطر از هزاران قرع و انبیق باید عبور بکنه تا تقطیر بشه، تا تخلیص بشه، تا خالص بشه. آبی رو که آدم از توی جوب برمیداره کنار خیابون، این همه چیز باهاش قاطیه و این آب رو باید تقطیرش کرد، باید خالصش کرد. این حرارت میخوره، قطره قطره بخار میشه و از لوله های متعدد، دهلیز های متعدد عبور داده میشه تا دوباره سرد بشه و قطره قطره در ظرف دیگری بیاد پایین. آب مقطر رو اینجوری درست میکنه، تقطیرش میکنه، تبدیلش میکنند به قطره قطره مجرد و اون قطره قطره در اثر حرارت بخار میشه و دوباره قطره قطره در اثر برودت تبدیل به آب میشه. این پروسه تقطیر که سبب خلوص میشه برای روح و روان و جان هر فردی، اینا کاری به خیالات ذهنی نداره، مهم نیست ذهن چه فکری میکنه، چه خیالی میکنه، واقعیت هایی که در عالم خارج میگذره تعیین کننده است، نه خیالات ذهنی. ما یه عین داریم، یه ذهن داریم، ذهن میتونه برای خودش هر جور دنیایی درست بکنه، هر چیزی رو تصور کنه، هر تصوری رو که میکنه خودش تصدیقش بکنه. اما واقعیت عینی رو روش تاثیر نمیذاره. واقعیت عینی رو میشه تغییر داد، نه با توهم و با خیال پردازی در درون ذهن.
قانونمندی خاص خودشو داره. تمام نکته بر سر اینه، یعنی در قرآن مجید پیروی از خیالات ذهنی رو، خیالات ذهنی رو ظن، با داء دستدار میگن ظن، یعنی پندار، یعنی توهم. اشخاصی هستن که دچار اوهام هستن، یعنی دنیای ذهنی خودشون رو باور دارن، کاری به دنیای عینی خارج از ذهنشون ندارن، اصلا اونو نمیبینن، با دنیای ذهنی خودشون درگیرن، اسیر اوهام خودشونن، اسیر خیالات خودشونن. واقعیات عینی رو نمیبینند که بخوان قبولش بکنند، چون اسیر اوهام خودشونن. ولا یغنن عن الحق شیئا، اما این اوهام هیچ ارتباطی به حقیقت خارج از ذهن نداره. و قرآن مجید در اینجا به این نکته اصرار می‌ورزه، چون نه اینکه چون قرآن میگه اینجوری میشه، نه، قانون هستی اینطوریه، قرآن داره بر ما تعریفش میکنه. بیانش میکنه. مثلا اگر که حضرت علی بفرمایدن اگه از بالا پشتمون بپری پایین ممکنه دست و پاد آسیب برسه و آدم دست و پاش آسیب برسه در اثر بی احتیاطی از اون بالا بیفته، نمیتونه بگه که چون حضرت علی فرمودن من دست و پام آسیب دید. مسلما از ارتفاع که آدم بخور زمین آسیب میبینه دیگه. حضرت علی قبلا میفرمایند که آقا مواظب باش، احتیاط از اون بالا آدم نید. قرآن همینه. قرآن چیزهایی رو که خرد نمیبینه به وسیله وحی به رسولان بیان میکنه تا رسولان به رایگان به مردم بگن. شما مرکب هستید از جسم و جان، جان باقی، جسم فانیه، جسم از ترکیب عناصر درست شده، این وصله، وصله بین عناصره. یه ان یوم الفصل کان میقاتا، یک زمان، زمان فصل، جسم کارش تموم میشه اما روح باقیه، ادامه میده، اما ادامه میده چطوری؟ این قانونمنده. درهای آسمان باز میشه اما همه نمیتونن ازش عبور بکنن، این قانونمندی رو داره بیان میکنه، نه اینکه چون قرآن میگه اینطوری میشه، نه، داره قانونمندی رو بیان میکنه. مثل یه استادی که داره در کلاس درس فیزیک میده، میگه این میدان گراویتی، این میدان جاذبه، این چه تأثیر روی جرم میذاره و چطوری مانع صعودش میشه و چقدر انرژی اون جسم لازم داره که بتونه جرم خودش رو در برابر میدان جاذبه خونسا کنه تا بتونه از این میدان خارج بشه. اینا قانونمند فرمول داره. قرآن داره این فرمول رو بیان در مورد روح، چون روح هم وزن داره. بعضیا فربه بدن برزخیشون و نمیتونن از اون روزنه ها عبور بکنن، نمیتونن، سرشون میخوره به سر، برمیگردن در عالم برزخ سرنگون میشن، نه چون قرآن گفته. و علی الاعراف رجال، در مقام
عرفان معرفت، معرفت عینی، معرفت معنوی، معرفت باطن. اون چیزی رو که با چشم سر نمیشه دید، روح مشاهده میکنه. قانونمندی هاش رو کتب آسمانی بیان کردند. این رو، فقط همین رو ما باید بهش دقت کنیم. پس اینجا راجع به فتح باب آسمانه، بحث راجع به فتح باب آسمانه. یه موقع باب آسمان، در آسمان، روزنه آسمان باز میشه و قطره 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 آب از آسمان میباره، برف از آسمان میباره، تگرگ از آسمان میباره. اینها در آسمان، در هواست، نمیباره، چون در آسمان بسته است. در آسمان که باز شد میباره. از این طرف ارواح هم همینطوره، از جسم که فارغ میشن میرن تا از درهای آسمان عبور کنن. درهایی که بازه اما شطور نمیتونه ازش عبور کنه. لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیل. نمیتونن ازش عبور بکنن، همون جوری که ولوج جمل، ولوج یعنی عبور شطور، از سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن غیر ممکن. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم قربان. دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضی باید زدن، دست دل در دامن آل عبا باید زدن. لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم، بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنن، دمز اوصاف ولایت با ولا باید زدن. مولوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم، تبل و در زیر گلیم و خرچه را باید زدن. جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. نفس خیر المرسلین است آن ولی کردگار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لو فتو لو فتو لو فتو الا علی، لو سیف الا ذوالفقار، لو فتو الا علی، لو سیف الا ذوالفقار، لو فتو الا علی، لو سیف الا ذوالفقار. برادر مکرم سعید خان بودرزی فاتحه الاولیا رو قرائت بفرمایید. چشم خور. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا، علل خصوص خاتم انبیا و ائمه خدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر،
از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین خصوصا حضرت آقای درویش وارسته، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک و اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سوری و معنوی و ازدیاد ذوق و شوق فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی مجذوب علی شاهی. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری در اینجا اختتام پیدا کرد. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم آدم آمد، دم دم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا او را همدم آمد، هوا او را همدم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا او را همدم آمد، هاهو هاهو، هاهو هاهو، هاهو هاهو، هاهو هاهو.
خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشاءالله تا مجلس فقره آتی در پناه خداوند بزرگ سلامت و موفق و مؤید باشید. از شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. انشاءالله خدای بزرگ یار یاد شما.